یه روایت هایی داریم خیلی حرف سنگینیه، میخوام گوش. یه سری روایت هایی میگه خدا یه سری ودایع داره تو صلب مؤمنین، گوش کنید. میگه یه سری از مؤمنین باید به دنیا بیان تا ظهور شکل بگیره. از این جهت ظهور خیلی جبری میشه دیگه، دست ما نیستون یارو باید به دنیا بیاد دیگه، اون بچه مؤمنی هر کس رو میارو و به دنیا بیاد دیگه، درست شد؟ از این جهت ما میتونیم نقش داشته باشیم. میگه آره، شما ازدواج میکنی، از خدا بخواه فرزندان تو اون مؤمنینی باشن که وعده آمدنشون شده. در واقع تو با این کار ظهور داری نزدیک میکنی، چون تا اونا نیان ظهوری نخواهد. متوجه شدی؟ ببین نقش ازدواج اینجا چطور امام زمانی میشه. فلذا اصلا تربیت بچه از کی شروع میشه تو اسلام؟ قبل ازدواج. که خدایا من همسری انتخاب بکنم که چون این بچه ای داشته باشم. بچه رو باید نذر کنی میگیری. داره میگه وصلح لی فی ذریتی، بقیهشون گفتن حبلی، به من هدیه کن. اصلا دعای انبیاه. بابا میخوای خوب دعا کنی؟ ببین پیغمبرو چی خواستن؟ آخه خواسته من تو چیه؟ به چه درد میخوره؟ میگم آدمایی که فهمیدن و شعور دارن ببین چه تو میخوان. میگه قبل از ازدواج میگه خدایا شرایط ازدواج برای من فراهم کن، من بتونم ذریه امام زمانی پرورش بدم. همیشه دعاتون باشه. میگه خدا ببین تو الان 4 تا بچه داری، مثلا تو الان اینا 4 تا بچه، 1000 سالگی اینا 4 تا بچه نیستن ها، 4 تا نسلن، خیلی میشن. هرچی نماز بخونم برای تو هم مینویسم. بگیم خدایا از ذریه ما، نه بچه، ذریه، نوه، نتیجه، نبیره، ندیده، درست شد؟ از اونها شیعیان امیرالمومنین برات. امیرالمولا تو جنگ یکی رو میزد یکی رو نمیزد، مالک درو میکرد همینجوری. شوخی کرد با امیرالمومنین مثلا یا علی چجوری بود اینا؟ مثلا ببخشید امروزیشو میگم این نیستا، یا علی امروز مثلا سر حال نبود، یا مثلا چجوری داشت مثلا دو تا داره شوخی میکنه با امامش. حذفم آخه تو درو میکنی، تو چه میدونی چی به چیه؟ من دارم نگاه میکنم میبینم 6 نسل بعدش 7 نسل بعدش میخواد یه محب و شیعه من به دنیا، دلم نمیاد. یعنی اینقدر یه مؤمن میارزه که 7 تا 6 تا جد پدر سوختهش زنده بونن که او به دنیا بیاد. گرفتی چی شو؟ اینقدر مؤمنه. از یه چیز جالب در مورد حجاج یوسف نفهمیدم، میدونی که بچهش یا نوش از محبان عجیب غریب امیرالمومنین شد. بگو خدایا تو یه سری ودیعه داری، یه سری مؤمنینی داری که اینا قرار به دنیا بیان، خب اونا رو تو نسل من قرار بده. بابا این دعای حضرت ابراهیم بود، قال و من ذریتی، گفت بابا، گفت به خدایا صبح تا شب ما میشینیم پا میشین و 14 معصومت میگی، درست یا نه؟ بله. خب فرمایش، اینا مگه قرار نیست به دنیا بیان؟ بله. میشه اینا رو تو نسل من قرار بدی؟ خیلی زرنگ بود حضرت ابراهیم، یعنی خفن‌ترین خواستر از خدا من تو قرآن گذاشته حضرت ابراهیم. میشه اینا تو ذریه من قرار بدی؟ اینه اون ذریه رو بخوایم بگیم خدایا، عین پیغمبر بگیم خدایا اماما شد هیچی تموم شدن، ما که نمیتونیم بگیم ما بابای ما باشیم، اما اماما یه سری یاران خاص دارن تو آخر الزمان، میشه اونا رو تو بچه های من قرار بدی؟ این خواستمون باشه.